سلام و وقتتان بخیر به برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمدید. شکران پروانی یکی از مجزنان خوب افغانستان که در آلمان زندگی می کند به تازگی قرارداد همکاری با منیجمنت آنتوان و جاشوا به امضا رسانده. امروز در این خصوص و همچنان در خصوص فعالیتهایشان بیشتر صحبت میکنیم که از آلمان با ما وصل هستن. آقای پروانی سلام بر شما و ممنون از فرصتی که امروز برای ما دادید. سلام علیکم به شما. سپاس پروانی صاحب، در مورد خود بگوین، مجزنی را از کجا آغاز کردین و چند ساله بودین که از افغانستان رفتین و در نخست آیا مجزنی میکردین یا که دیگرش تر پیش میبرین؟ ما تقریبا اول 10 سال میشه بوکس میکنم. وقتی که ما یک ماه دو ماه بودم که از افغانستان ما رفتیم طرف مسکو، باز از مسکو طرف آلمان رسیدیم. مگم اول ما بوکس شروع نکرده بودم، MMA میکرده بودم که یک رفیق دیگه ایم کال خود UFC است، نسخه تک پرست، او هم از هامبورگ است. باز 4-5 سال ما MMA میکردم، باز از MMA به تای بوکسینگ رفتم. 24 تا مسابقه داده بودم با 4 سال، 24 تا برد باز در تای بوکسینگ. هر دقیقه باز بوکس شروع کرده می رفتم، در سپارینگ ها می رفتم. باز یک کوچ گفت چرا بوکس نمی کنی؟ بوکس بسیار خوش یاد داری، چرا بوکس نمی کنی؟ باز من بوکس شروع کردم، 18 تا مسابقه در اماتور زدم، 17 تا بردم. در آلمان در اماتور دوم شدم. باز اماتور یک منیجر آمد آلمانی، باز گفت تو رو می خواهم در پروفیشنال تور ساین کنم. باز ساین کرد. باز الحمدلله 15 تا مسابقه دارم، 15 تا برد. 2019 به کمربند آلمان مسابقه دارم برده بودم. باز الحمدلله یک هفته پیش منیجر امی تیم جاشوا لیم سمیس نامش است مامان نشته کرد در اینستاگرام، گفت میخوایم kid in the world میخوام تو را ساین کنم. باز نگفتم اول گپ میزنیم، باز یک دو ساعت گپ زدیم کار خود. باز خوشم آمد که چی میخوای تا 2021 کمربند جهان یک مسابقه بدیم. اما چیزایی که میخواستم که بشنوم گفت که خوش شدم. باز ما گفتم صحیح است، باز میتونیم کار خود کانترکت کنیم. باز کانترکت ما روی کرد یک هفته پیش، باز امضا کردم الحمدلله. انشالله نوامبر، مچم 14 نوامبر یا 18 نوامبر انشالله در انگلند مسابقه دارم در سکای سپورت. انشالله باز همین کرونا انشالله خلاص تیز شد و تیز تمرین های صحیح سخت شروع شد. بسیار خوب پروانی عزیز، امضای قرارداد با منیجمنت آنتونی و جاشوا چه دریچه ای را برای خودت باز خواهد کرد؟ فکر میکنی که تغییرات در سبک کاری خودت به وجود بیاید، یعنی پیشرفت کنی با این تیمی که واقعا ستارهای خوبی را در اختیار خود داره؟ بیا چانس زیاد کم هر نفر را میگیره، یا خطر که کاری منیجمنت میخوام میتونم که در سکای سپورت یا در دزون مسابقه بتونم که بسیار کلانترین تلویزیون هاست در دزون یا سکای سپورت که نفرهای عریفای مسابقه میتونم بکنم که بسیار بلند هستن، که قیمتشون بلند هست، که کل اسپانسرینگ چیزا رو میتونن باس منیجمنت بکنن و تو آسانتر آدم که در کمربند جهان مسابقه بود افتاری که یک منیجر خوبش میتونه تو رو پیش ببره تا که نفر عریفایی که مسابقه بودی که منیجر خورد نمیتونه آدم بکنه. پیش از این عمل کرده دستاوردار چگونه بود در رشته مجزنی؟ هرچند بیشتر اشاره کردی با آن هم که نی عریفایی که مسابقه میکردی از چه توانایی برخوردار بود؟ حالا گفتی که با این منیجمنت عریفای بهتری در قرار از خودت همراهش روبرو شدی. بله، من مثلا وقتی که در دو مسابقه پیش در اسپانیا مسابقه بودم که یک نفری که از ارجنتینی آمده بود، او هم خوش بود. مگم آل میتونم که عریفای مسابقه بتونم که تنها بسیار بلند هستن که در تلویزیون های کلان آدم نشان آدم میتونم.
این بسیار مهم است. در وقتی آدم پروفشنال باکسر باشه، عریف مهم است که کدام عریف مسابقه میتی، که کدام نام مسابقه میتی، که مهمتر دیگه هم است که در کدام پلتفرم مسابقه میتی. مثلا یا در دیزون یا سکای اسپورت. پس این میتونن کل جهان میتونن ببینن که چه قسمی باکسر هستی، یا خوب هستی یا خراب هستی، پس اتو تو را مشهور میکنن. پروانی عزیز، سوالی که خیلی به مطرح است در اذهان مردم افغانستان این که یک افغانستان در آلمان مسابقه انجام میده، سوالی که از یما سعیدی هم پرسان شد، من این را از خودت پرسان میکنم، به نام کدام کشور اونجا مسابقه میدی؟ به نام افغانستان یا آلمان؟ بله، ما به نام افغانستان مسابقه میدم. ولی اول به نام آلمان مسابقه داده بودم. بس ما دیدم که افغانان ما بسیار یک بوکسرها یا شپورتمنها را کار دارن که بسیار موتیویتد شون. بس ما خوش دارم که اختار من تولد زندگیم وقتی که من تولد شدم، تولد افغانستان نرسیدم. انشاءالله ما یه وقتی که کمربند جهان 2021 بگیرم پاس میام، از اختار گفتم ما به افغانستان مسابقه میتونم، مگم امی لایسنس از آلمان است. از او خاطر وقتی که در باکس خیلی آدم سعی کنه میتونه آدم مرا در بیرق آلمان میبینه، اختاری که همین لایسنسی که آدم داره در هر جای که زندگی میکنه در زمون جای بیرق نشان میتن. وقتی که مگم در مثلا انشالله نوامبر مسابقه در انگلند داشته باشم، انشالله که بیرق افغانستان مسابقه میتونم که بلیا. از رنکینگت بگو در رده‌بندی جهانی در چه جایگاهی قرار داری؟ بله، ما اول از 1800 نفر 110 یا 111 هستم یا 120 هم همین اختاری که هر روز کمه که تغییر میده، که اختاری که روز بر روز مسابقه های نومه باس رنکینگ تغییر میده. مگم در 4 سال پروفیشنل اول از 1800 نفر 120 هستم انشالله. رنکینگ تو تغییر میده وقتی که آدم که نفرهای خوبش بزنه، یا تیز آدم بالا میره یا کم کم بالا میره. وقتی که آدم ناکاوت بده باز تیزتر بالا میره. از او خاطر که من 15 تا مسابقه دارم، 12 تا ناکاوت، تیزتر بالا رفتم از دیگه نفرهایی که مثلا 20 تا مسابقه دارن، هنوز 200 یا 300 جهان هستن. از تشویق چقدر دلگرمی میدن برای خودت وقتی در یک مسابقه حضور پیدا میکنی؟ بدون شک پستایی که در فیسبوک انداخته میشه به حمایت از خودت چقدر دلگرمی برات اضافه میکنن؟ بله، من بسیار خوشحال شدم که بسیار نفرهای افغانستان محلال میشناسن که تمرین های ما را مسابقه های ما را، بسیار خوش شدم که اختری که آدم امی تمرین ها را که میکنه، بوکس مسابقه ها را که میکنه، تا به نفرهای میکنه که بفهمه که خود تا میتونی این مسابقه ها را بتونی یا دیگه چیز بکنی که وقتی که بخوایی هر چی میتونی بکنی. بسیار عالی. پسر شما حافظ پروانی یکی از چهره‌ای است که این روزا مردم در اینستاگرام کارهای او را دنبال میکنه. واقعا یک پسر توانایی است و اشاره هم که کردین شما که استعداد یابای بسیار خوبه، دنبال از این ورزشکار خوبه. در مورد خودش معلومات بده، در حال حاضر چند ساله است و چه شد که خودت در این سن او را تشویق کردی تا روی بیاره برشته مرسنی؟ بله، حافظ جان تقریبا 6 سال میشه بوکس میکنه. وقتی که ما در اماتور کلاب بودم ایره میبردم، باسی وقتی که یک ساله بود، دو ساله بود، اتو کدستایش که بود شور میداد، باس ایرام تو شروع کرد، باس کرمه کم کم تمرین کرد. باس من دیدم که ای بچه تیز یک چیز که آدم نشان میده یاد میگیره. وقتی که بوکسرها را کارشان تمرین کردم در امریکا یا در انگلند، مثلا 24 ساله یا 25 ساله هستن، یک چیز آدم بگوید 5 دقیقه یا 1 ساعت 2 ساعت باید بگوید تا که بفهمن. ایره که 2-3 دقیقه گفتم تیز میفهمید. از او خود الحمدلله مثلا اول ایساله است بسیار منجای کل جهان یا کوچای از لسلیگ از اسمایل سالس یا گاسیا برش نشته میکنم، میگم ماشاءالله در اینستاگرام very good talented kid, he has a bright future. بسیار چیز فیوچه بالا داره. الحمدلله که تمرینش هر روز تمرین میکنه، که که شورم هست. بله.
بسیار خوب پروانی عزیز، فکر نمی‌کنی که ریسک پذیر باشه بچه که فعلاً در سن سال 7 و 8 است بیای رشته بوکس پیش ببره؟ حتی مسابقه انجام نداده، اما فکر نمی‌کنی که برش مشکل ساز باشه؟ نه، ولی نه، مثلا هنوز این مسابقه نداره، مگرم سپارینگ کرده. مسابقه در آلمان از سن 10 سالگی شروع میشه. ایره میخوام اول تنها که همین تکنیکاش خوب شوه، که سپارینگ کنه، که بسیار همین اکسپیرینس بیداشته باشه. باشه باز در این سن سال مهم است که تکنیکاش خوب شوه، که تیزیش خوب شوه، که شار باشه که چی خسته تیز بزنه. یعنی مثل یک تو گیم هست، مثل یک شپیل هست، مثل یک گیم که کم کم عریف آدم نکاوت کنه یا ببره. از او خطر در سن سال خورد مهم هست که شاری باکسه بفهمه که تخنیک باکسه. جایگاه باکس در کشور آلمان، کشوری که شما اونجا زندگی میکنین، چگونه است؟ با توجه به این که در آلمان اگر اشتباه نکنم حرف اول فوتبال میزنه، اما دیگر اشتباه ورزشی هم جایگاه خود داره، با هم در مورد باکس دیدگاه آلمان ها چگونه؟ بله، آلمان در فوتبال اول است. شما راست میگید، در فوتبال بسیار اول است. در باکس خوب است، مگم کمربند جهان تا بال کسی نداره. از او خاطر من تمرین های ما یا در مسکو است یا در لندن است، یا در کادیف در ویلز یا در لندن. اختر که تمرین های مثلا از مسکو و انگلند بسیار پیش هستند از آلمان. کده آلمان در فوتبال بسیار اول هستند. از او خاطر من در 4 سال که پروفشنال باکسر بودم، 3.5 سال مدنه در زندگی میکنم تنها در یا در انگلند یا در مسکو. تنها از او خاطر تیز پیش رفتم. وقتی که آدم تنها در یک مملکت تمرین کنه، کل سپارینگ پارتنر که داشته باشه، کمی که تمرین کرد نفرایی بکنه که بسیار بالا نیستن، آدم خوب نمیشه. از اون خاطر باید مهم است، به هر باکسر میتونم بگم باید تمرین کنه که خوبترین باکسر ها، اگه باکسر باشه، که فوتبالیست باشه، که خوبترین فوتبالیست ها. بسیار خوب، خودت از کمربند جهانی یادآوری شدی، گفتی در 2021 بالای کمربند مسابقه میکنی. من دقیق معلومات کامل در رشته بوکس ندارم متاسفانه. گفتم میشه 4 کمربند داره فدراسیون جهانیش، البته در مسابقات جهانی WBO و IBO. شما بالای کدام کمربند مسابقه میکنی؟ برادر قمت، وقتی که می مسابقه های ما کلش ببرم انشاءالله، الله که بخواه کل مسابقه رو ببرم، باز که در کمربند مسابقه بتونم، منیجر میتونم بگوید در کدام، یا در بی بی سی یا بی بی او آی بی اف، آدم میتونه هر کمربند مسابقه بتونم، باید ببینه که در کدام رنکینگ هستم. مثلا وقتی که ما در بی بی سی پنجم هستم، در بی بی آ دوم، اول آدم بی بی سی رو میزنه، باز بی بی آ. از او خطر باید آدم ببینه وقتی که در مون پوزیشن بیه، باز ببینه که در کجام چیز بالا است آدم. خطر هر کس نمرویش دیگه خصم است. خب در مورد بوکس افغانستان چقدر معلومات دارین؟ اینجا کسایی که مرسنی میکنن، بوکس پیش میبرن، با خود در ارتباط هستن؟ فدراسیون بوکس افغانستان با خود در ارتباط است؟ آیا ورزشکارای افغانستان هم یعنی به چیزهای برشان میاموزانی؟ یعنی ایده هایی که پیش خود داری با اونا هم شریک میکنی آخر؟ بلی، در اینستاگرام یا در فیسبوک چند تا همی MMA که میکنن، یک کسی میشناسم که در اینستاگرام نامش زکی سکرپ هست، کدو کما کی گاب زده ماشاءالله او ام ام ای میکنه. من کار بوکسرام کما کی گاب میزنن، یا کار قیس جان نوابی از ویدیویی که نشون به من میتن، من ویدیوی خودم که نشون میدم براشون، میگم که این قسم یا این قسم کار آدم گاب میزنه اختر بوکسشون یا اختر بوکس ما. ولی جایگاه بوکسرای افغانستان چگونه ارزیابی میکنی؟ ما در گذشته
حمید رحیمی بوکسر خوب داشتن در آلمان زندگی میکنه. فعلا یما سعیدی یکی از بوکسرهای نامدار ماست که در آلمان زندگی میکنه. چقدر فکر میکنی افغان ها توانایی بسیار بالای در رشته انفرادی بخصوص در بوکس دارن؟ تالنت زیاد است. از خود من خیال میکنم تا 2021 یک کمربند جهان یک افغان میگیره انشالله، یا انشالله یا مسعیدی یا ما، یا انشالله یک کسی از انگلند، یک بچه افغان دوگم از انگلند است. انشالله بسیار عالی بالاتر میشیم، کم کم کل ما بالاتر میشیم، به خاطر که امی نیو جنریشن بسیار خوب است. بسیار خب، در اخیر برنامه های طرف میشه بگویی حالا هرچند قرنطینه است در آلمان، هم گفتی بیشتر میری در کشورهای دیگر، قرار است به کدام کشور بری و تمرینات خود آغاز کنی؟ بله، وقتی که می حال قرنطینه هست اینجا، مگم تمرین که تمرین ها باز است، مگم وقتی که امی ایپاد باز شود می خواهیم در طرف مسکو برم. ده هفته پیشتر از مسابقه در مسکو میرم، باز ده هفته بسیار تمرینش باز بالا میشه، باز مسابقه میتونم. انشالله که تنها سار هستم که امی ایپاد آلمان هامبورگ باشه و که پروازه باشه، باز میتونم پرواز کنم طرف مسکو. برنامه های حافظ پروانی هم های همراه خودت شریک است، حالا با توجه به اینکه قرارداد همراه یک منیجر امضا کردین، یعنی شما زمانی که اگر بیرون برین او را با خود میبرین یا از اونا برنامه کاریش فرق میکنه؟ کمک برنامه میکنه او فرق میکنه، اختاری که وقتی که من مسابقه داشتم تنها خودم میرم، وقتی که مگم ای حالی حالیده داشتم مکتب حال نداره یک ماه کارم تمرین میتونه بکنه، یا وقتی که من که برم باز یک کوچ برش میگیرم که اتلتیک کوچ، باز او کوچا یاره تمرین میتونه. بسیار زیاد سپاس، شکران پروانی ورزشکار بوکس از حضور در برنامه. تشکر. حالا چند خبر کوتاه ورزشی. تیم فوتبال لخیا گودانس در شب گلزنی عمران حیدری با حساب 2-1 حریف خود سلاسک را شکست داد. در این دیدار عمران حیدری مهاجم تیم ملی فوتبال کشور از ابتدا برای لخیا گودانس به میدان رفت و در دقیقه 17 موفق شد که گل اول تیمش را به ثمر برساند. این دومین گل عمران حیدری در هفتمین بازیش برای تیم لیگ برتری لخیا گودانس پولند به حساب می آید. با این پیروزی لخیا گودانس این فصل رقابت تا لیگ برتر فوتبال پولند را با قرار گرفتن در رده چهارم جدول به پایان رسانید. فدراسیون فوتبال افغانستان در همکاری با فدراسیون فوتبال جهان فیفا یک دور کارگاه آموزشی داوری فوتبال را به گونه برخط یا آنلاین برگزار کرده است. در این کارگاه آموزشی 42 داور از سراسر کشور شرکت کردند و برای 4 روز قوانین و مقررات داوری فوتبال را می آموزند. این کارگاه از سوی آکان اونس مدرس استرالیایی تدریس می شود. چلسی با پیروزی 3-1 برابر منچستر یونایتد به دیدار نهایی جام حذفی فوتبال انگلستان صعود کرد. در این دیدار برای چلسی نلسون مونت، الیویه ژیرود و هری مکوایر گلزنی کردند و تک گل منچستر یونایتد هم در دقیقه 85 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. به این ترتیب چلسی حریف آرسنال در دیدار نهایی جام حذفی فوتبال انگلستان شد. این بود برنامه امروز، تا روز بعد خداوند نگهدار.